سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و سر حال و شاداب باشین. دوستان، بنا به درخواست شما که هی میگفتین که توی اینستاگرام که میسان وقتی داری گریل میکنی برای ما فیلم بگیر و ما میخوام بدونیم چه جوری و اینا، تصمیم گرفتم امروز وقتی دارم دنده رو دودی میکنم برای شما فیلم بگیرم از تمام مراحلش و به شما یاد بدم که چه جوری میشه. حالا یاد بدم یا دوست داشتین فقط نگاه کنین، حالا هر جوری، اگه دوست داشتین یاد بلد نیستین یاد بگیرین به هر حال، و که چجوری من این دودی میکنم اینا رو. اولین مرحله اینه که آتیش را بندازین. آتیش من را انداختم بیرون. دومیش اینه که این دنده رو بر میگردونین و این یه حالت یه پوست خیلی نازکی زیرش هست، این شکلیه، اینو میکنین به کامل. حالا من چون یه دستم کامرا هست یه دستم دوربین هست نمیتونم کار کنم، بعد از اینکه تقریبا کندمش دوباره فیلم میگیرم و بهتون نشون میدم. پس مرحله اول اینه که این پوست رو بکنین، چون یه حالت چجوری وقتی میخوری میاد زیر دندون، بعدش بهتر اینه که بکنینش. اگه نکنینم که هیچ اتفاقی نمیفته، دنیا به آخر نمیرسه، ولی خب برای مزه بهتر همیشه آدم تلاش میکنه و یه خورده نرمتر هم میشه. پس اینو میکنیمش. خب همونجور که میبینید من این پوست زیر رو کندم. حالا مرحله بعد اینه که اینو تقریبا ببینین یه دستش بکنیم، یعنی این گوشته اضافه این بالا رو ببریم و صافش بکنیم و قشنگش بکنیم که مثلا وقتی میذاریمش روی گریل یه دست باشه. میشه با اینم گریل زد، به قول معروف گفتنی آخر دنیا نیست، ولی خب این قسمت ها همش از این چیزا از گوشتای قزروفه، یعنی چیز خاصی نیست و اینا رو من میذارم، ولی یه میذارم که کنارش، ولی خب دوست دارم که گریلم قشنگ صاف و یه دست باشه وقتی گوشتی که میذارم روی گریل. پس اینو از این قسمت صاف میبریم تا انتها. بعد این قسمت پایین که میبینین اینم باید ببرین، چون اگه اینو نبرین این سوخته میشه تو طی مراحل گریل، چون کوچیکه و میبینین که چون این قسمت کوچیکه و گوشتش مثلا زیاد مثل اینا پهن نیست و اینا، این سریع چیز میشه، خشک میشه. پس بهتره که اینم ببریم که گوشتمون خشک نشه. حالا من میبرم بعد دوباره واسهتون فیلم میگیرم که مراحل بعدیش چیه. خب دوستان، همونطور که میبینید من اون قسمت رو ازش جدا کردم و گذاشتمش اون ور و اینو میبینید به این حالت یه دست و خوشگل دارم. و بالاخره غذا به چشمم هست که وقتی میبینی بعد اون غذا رو مثلا خوشگل باشه به هر حال، یعنی غذا نه فقط به مزه است، به نظر من غذا به دیدنش هم هست، با چشمم شما میخورید. پس یه قسمت خوشگل و تمیز در اومد. حالا مرحله بعدی مارینیت کردن یا هم مواد زدن بهش است، مارینیرا پو سبنسکا. خب پس حالا ما اینو میزنیم و ال مارینات مناریا مواد میزنیم و میذاریمش یه 10 دقیقه تا 15 دقیقه توی مواد میمونه. حالا من مواد که زدم بهتون نشون میدم. بعد مرحله خوشمزه تر مرحله شده مواد زدن. مواد زدنمون هم من اول با یه لایه از این امریکن استایل سناپ یا همون سس خردل آمریکایی، چون نه چیز نداره، چون شکر نداره، از این استفاده میکنم. نوشته که no added sugars، میبینی؟ به خاطر همین من از این استفاده میکنم که یه نمیخوام شکر اضافی داشته باشم فعلا. و این جوریه، چون معمولا هم همه از این استفاده میکنن و منم هم تقریبا به تبعیت از همه همین از همین استفاده میکنم. بعد که یه لایه کوچیکی زدم از این سس، بعد شروع میکنم به زدن رابی که خودم درست کردم خونه. حالا چی داخلش هست؟ نمک فلفل سیاه هست، از کن پودر سیر، پودر پیازه و شیلی داخلش هست و شکر شکر قهوه‌ای، چرا میگم شکر آبی، می شکر آبی هم داریم. خلاصه اینه شکر قهوه‌ای. حالا من که زدم بهتون نشون میدم که چجوری، اول این لایه رو زدم فیلم میگیرم واسهتون و بعد دوباره اینو نشون میدم که چجوریه جریان. گرفتم با یه دست فیلم بگیرم و با یه دست مارینت کنم و میبینید که به این نف قشنگ ماساژش میدیم و به همه جاش چی میزنیم. این اصلا سس خردله بهش طعم نمیده، فقط یه حالت چسبندگی به گوش میده که اون موادی رو که میخوایم مثلا بزنیم بهش بچسبه. هیچ طعمی من بهتون قول میدم نمیده و من اینو صد بار چی تجربه کردم. پس به این صورت و بعدش هم مواد رو میزنیم روش. حالا من اونورش هم میزنم و بعد موادی که میخواستم بزنم بهتون نشون میدم. خب رسیدیم به بخش مواد زدن یا همون حالا دیگه اون رابمون زدن. یه
لایه کوچیکی میزنیم که خیلی هم چیز نشه، زیاد تم بهش نگیره، چون این گوشت زیاد نداره، گوشتش هم اونجاست میبینیم در همین حد، و میچرخونیمش. اونورش رو هم چی؟ لاغرش رو استاد میکنیم، امیدوارم دیده بشه. خب به این حالت، این حالت که رسید یه 10 دقیقه میذاریم چی جا بیفته که بره داخل یه ذره بگیره. بعضی ها هستن از شب قبل میذارن توی مارینات و توی مواد و میذارن که یه روز بمونه، 2 روز. ببین هر کسی میتونه هر جوری که دلش میخواد، به راه های مختلف وجود داره. این راهی که من دارم میرم یکی از اون راه هاست که به خدا میرسیم به گوشت خوب میرسیم. پس مرحله بعدی اینه که بذارمش توی گریل و دودی رو، مرحله دودی کردن رو شروع کنیم. حالا بهتون نشون میدم که چجوری توی گریل بذاریم و مراحل بعدی رو. همونجور که میبینید الان آتیش من واسه دودی کردن آماده است. این گریل منه که خودم ساختم و چقدر هم خوشکله. این اپوزیت ساید گریله که همونطور که میبینید اینجا آتیش میسوزه و از این زیر دودش میره این بالا و دودی میشه. هلو. پس من الان چیزم رو میذارم اینجا، گوشت دندم رو میذارم اینجا و شروع میکنه به دودی شدن. و یادتون نره همیشه یه آبم باید داخل این مخزن باشه اگه شما هم که از این استفاده میکنم. من چون هرچی گذاشتم سوراخ شد، یه دونه قطعه آبجو داشتم پر آبش کردم و گذاشتم اینجا که این چیز باشه، چی میگن، یه ذره همیشه بخار داخل این فضایه باشه. پس من یه ذره درشو میبندم، 2 دقیقه درشو میبندم یه خود گرمتر بشه و شروع کنم به گذاشتن به گوشت. بعدی که گذاشتم بهتون نشون خواهم داد. خب دوستان عزیز، همونجور که میبینید الان گوشت گذاشتم داخل سموکر و آتیش هم که میبینید الان به راهه. پس الان میذاریم دیگه. نکته که به ذهنم الان میرسه اینه که الان بعدشو میبینم، هر از چنگای باید بیام یه آب بپاشیم روش، یه مخلوطی از آب و سرکه رو درست میکنیم، سرکه سیب 50-50 میریزیم داخل یه دونه از این آب پاشا پیس پیس، و هر 1 ساعت میبینیم داره یه خورده خشک‌تر میشه میزنیم بهش. پس حالا من در اینو میبندم تا یه ساعت دیگه ببینیم چی میشه. فعلا تا 1 ساعت دیگه. دوستان عزیز تقریبا میشه گفت 1 ساعت و نیم 2 ساعتی گذشته و میبینید که یه رنگ رخ خیلی خوشگلی گوشت ما گرفته و یه ذره من احساس میکنم الان یه ذره خشک شده روش. و از یه دونه از اینا که تهیه کردیم گفتم باید حتما تهیه کنیم، 50% آب 50% سکه سی. شوفت اینجوری چی؟ آب بهش میزنیم، یه ذره آب میزنیم که اون خشک نشه گوشت و اون یه رطوبتی روش بمونه و بتونه این چند ساعت چیزو تحمل کنه، چند ساعت آتیشو و اون گرما رو تحمل کنه. این نکته ای بود که باید میدونستین. پس یه دونه از اینا تهیه میکنیم، 50% آب 50% سرکه سیب و شوپس روی گوشتتون. یه اتفاق معمولیه وقتی که من میخوام یه اسموک کنم یا گریل بلند مدت انجام بدم که بارون شدید و بارون بیاد یه چیز عادیه، یعنی همیشه واسه من اتفاق میفته تو سوئد. آتیشی هم اونجا داره حالشو میداره و خودش اونزیر و نمیدونم یه چیز معمولیه و بارون اومدن موقعی که من دارم گریل میکنم عادی شده دیگه برام. چهار ساعت آفتابم در اومده سلامتی. ببینیم رنگ رخ این گوشت ما چه شکلیه. وای به به به، دودم رفت تو چشمم کور شدم، چقدر خوشگله این، جان پدر چی میگی تو؟ به 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 به. و
با لب دهن آدم بازی میکنه خدایش. رنگ و رخو ببین. به 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 به. خب یه مرحله دیگه الان داره که باید بری داخل فویل. احتمالا من تا یه 20 دقیقه دیگه این کار انجام بدم. یه ذره دیگه آب امروز الان میزنم روش. اینو بردارم یه خورده آب بپاشم، یه 20 دقیقه دیگه بمونه. آب که نه، این چیز دیگه، هم سرکه سیبه و هم آب. 50-50 چند بار بودارم میام که بدونیم. خلاصه اینجوری let's go. خب دیگه الان مرحله بعدش که میخوام بذارم تو فایلم براتون میذارمش دوباره بعد از این که گذاشتم تو فایل نشونتون میدم فعلا. خب دوستای عزیز، همونطور که میبینید اووردمش داخل و گذاشتمش اینجا یه ذره که بذارمش داخل فویل. یه دونه من اینو با همه فقط میذارمش تو فویل و یه ذره همون 50-50 سرکه و آبو میذارم، سرکه سیب و آبو میذارم بهش. یکی رو میخوام یه ذره چون گوشه بود و اینا قزروفه و اینا، باربکیو سس میذارم بهش و یه خورده هم اسمور یا همون کره بهش میذارم و یه ذره هم عسل. نمیدونین چه بو خوبی تو خونه گرفته، واقعا مغز آدمو میترکونه. بعدم اونایی که نمیدونن ننویسن سوزوندیش. دوستان این نسوخته، این دودیه، این رنگ دودی شدن، این اصلا مستقیم روی آتیش نبوده. اینو بعضیا هنوز نمیدونن متاسفانه. و ننویسین که این سوخته فلان، این اصلا جلوی آتیش نبود مستقیم، این دایرکته، یعنی مستقیم نیست. و میرم که بذارم داخل فویل و بذارم برگرده دوباره داخل گریل. یه یک ساعت دیگه میمونه اونجا که یه خورده مثل بخار پز بشه، یه ذره دیگه نرمتر بشه. پس تا اون موقع دوباره برمیگردم. خب بچه همونجور که ببینید الان دیگه یه ساعت و نیمی هم داخل فویل بوده و به 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 نگاه کن چه رنگ رویی داره. بعد از اینکه در آوردم هم گذاشتم، بعد از اینکه از گریل در آوردم گذاشتم، یه تقریبا نیم ساعتی، نیم ساعت کمتر، یه 10 دقیقه ربع ساعتم یه بخارپز خود چیز شد داخل خود این فویله شد. این که میبینید این بود. یه دونه هم بود که اون قزروف این بغله بود که با مایونز کم بخارم. میبینید یه دونه هم که اینجا بود به این شکلی شد. حالا من یه دونه شو برای امتحان میبرم که ببینیم چه شکلیه. این حالا اولیش بود، حالا وسطش بهتر میشه تا بود. میبینید که رنگ اون دودیو داره، اون صورتی رنگ دودیو داره و به همین طور که میبینیم جلو درشتر هم میشه صد درصد. میبینید که اینه. حالا من تموم که شد میذارم توی داخل تاریک، داخل بشقاب که گذاشتم واسه تون فیلم میگیرم و عکس میگیرم و میذارم که ببینید نتیجهش چجوری بود. خب دوستان عزیز، همین که ببینید نتیجه کار ما این شد و امیدوارم که شرایطش واسه شما پیش بیاد و بتونین درست کنین. خیلی خوشمزه است و واقعا یه چیز خاصیه، ولی شاید هر کسی دوست نداشته باشه، ولی خب امیدوارم که بتونین درست کنین و امتحانش کنین. اگه دوست داشتین این ویدیو رو لایک کنین و با دوستان خودتون به اشتراک بذارین. ممنون و خداحافظ.